امروز با این گندی که برخی زدن تو کاهش ارزش پول ملی ما و ریال و اینجوری به خاک سیاه نشوندن، ارزشش یک سوم و یک چهارم کردن، دلار گرون نشده، ریال داره ارزون میشه، برای همون همه چی داره گرون میشه، در واقع اونا سر جاشه، این داره میاد پایین. دستمزد کارگر شده یک سوم دستمزد جای دیگه. بعد مردم ما نگران دستمزد برانکو ایوانکوویچن. وقتی حواست به اینا کجا تا میخواد حواست پرتشه، آخای دختره هر دیدی اومد تو خیابون داره میرقصه، پلیس رفته گرفته چپوندش تو ماشین. آره اینا بیا ببینم محملتم خوره، نگاه کنیم دختره چه شکلی میرقصه. رقص ندیدی جنبه؟ نه که ندیدیدم، نه که تو شبکه اجتماعی هم نیستیدم. تا بازیه تو آقا اون یارو تو سرش گرده سر چوب رو جا رسته، اونم بلدن دیگه. تا هر ده روز یه بار 15 روز یه دونه این داستان رو دارن. دیدی؟ یه آدمی یه مایه میشونه میگم برو اونجا باید سر کن شلوغش. تا دم انتخابات این خط این نشون همین فرمون میره. وای بی رو سری در بیاریم مالا. نه که الان مثلا من موندم الان مثلا همین حجابی که الان کله ملته حجابه، یه نیم وجب اینجا سا اینقدر، یه وجب بیرون یه وجب اینجا، خب چه اگه حجاب مثلا الان همینه مشکل همین شاله است. نه خوب میشه باش حواس پرت کرد، برای کدوم جامعه؟ برای جامعه که اکثر جوانش جمعیت جوانن و اکثریت جوان جمعیتی که مشکل ازدواج دارن و آمپرا همه چسبیده بالا. اینو بخوای قلقلکش بدی مسئله جنسی بگو خوشخوشکانش میشه. همینه دیگه. بعد نگران دستمزد فلان مربی فوتباله، دستمزد بابای خودش و دست بیکاری خودشو نمیبینه. ما نگفتم اونا نبین، اونا تو درجه دهم ببین، اول خودتو ببین بیچاره که اینجوری مورد استعمار قرار نگیری. وقتی اهم و مهم توی جامعه عوض شد، وقتی اولویت ها تغییر پیدا کرد، همین میشه گفت هفتاب لگن هفت است شامونه ها. به جای اینکه این جوان بگه آقا بیا برای من شغل درست کن، کار پایا و پایدار درست کن که خودم پولدار بشم، شرط ازدواجم رو فراهم کن، مسکن برام بساز، وام خوب ازدواج بده که بتونم برم به اون دختر بگم که بیا وام خرید جهیزیه بده که خودم بتونم برم ازدواج بکنم، و در کنار این ازدواج یکی از مشکلاتی که از اون فرد حل خواهد شد مسئله جنسیشه، میاد میگه داداش اینا رو از من نخوا، اینا رو از من، اینا سخته، من حال و حوصله ندارم، کی بره سناب و استخوناشو نرم کنه؟ میخوای ردیف کنم تو خیابونه تیکت رو بدوزیم دختره به دیر ندن؟ بیانی برای ردیف کنم. اوه باری که هل دادمش آقا حالا اینه دیگه. میخوای ردیف کنم مثلا تو خیابون کنارم برقصید؟ باری که خب باشه دو ساعت هم رقصیدیم، بالاخره ربات هم باشه باتریش تموم میشه، یه روغنکار بعد دو ساعت گشنه شدیم اینا چه خاکی تو سرمون کنیم؟ یه خونه زندگی نمیخوام تا 45 سالگی بعد در دست ننه بابام باشم؟ بلش کن داداش اینا رو، بیا اینا برات ردیف کنم. این جز خر کردن چه معنی دیگه؟ ببخش استعمار جسم و روح، استحمار، استحمار خر کردن، حمار میاد چه معنی داره؟ وقتی دم انتخابات با پول میتونن شناسنامه بخرن، وقتی دم انتخابات با یه نهار دادن رأی عده این ور اون ور میشه، وقتی دم انتخابات با یه رأی با یه ترک و فارس کردن، کرد و عرب کردن، بلوچو نمیدونم غیر چی کردن، کلی ها این ور اون ور رأی میدن، وقتی با یه شیعه سنی کردن رأی جمع میکنن، برو از همونا بخوا کارتو درست کن. کجای کاریم ما؟